سلام خدمت بینندگان عزیز تلویزیون آریا، من علیرضا فدایی هستم، مشاور امور مالی و نویسنده کتاب پرسونال فایننس مستری. بخش دیگری از برنامه فایننشال سنسی رو امروز میخوایم خدمتون ارائه بدیم. امروز راجع به بیمه های مختلف صحبت میکنیم و نقشی که دارن در زندگی مردم، خصوصا در آمریکای شمالی و خصوصا در کانادا. حضورتون عرض کنم که مسائل مالی در اینجا شاید پیچیدگی های خاص خودش رو داشته باشه و یک مقدار از این پیچیدگی ها به خاطر این نظام مالیاتی و نظام و سیستم مالی هستش که محصولات مختلف مالی وجود دارن و یک واقعیتی هست که شما هر سودی بخواین داشته باشین روی هر کار اینجا روش مالیات تعلق میگیره که تمام این مسائل میاد پیچیده تر میکنه مسائل مالی رو. حالا امروز که راجع به بیمه میخوایم صحبت بکنیم، ببینیم که اصلاً بیمه چه نقشی خواهد داشت در اون تصویر کلی که یا پیکچر کلی که شما در زندگی خودتون از نظر مسائل مالی دارید. من نقش بیمه رو با یک مثال اگر اجازه بدین خدمت شما بگم که چه نقشی و چه اهمیتی داره بیمه در زندگی شما. تصور بکنید که یک زوج جوانی هستن، خانم و آقا، و این خانم و آقا حالا یک یا دوتا فرزند دارن. مثل بسیاری از مایی که اینجا زندگی میکنیم، هر دو زوج مشغول کار هستن و دارن درآمد ایجاد میکنن و واقعیت این هست که ما هزینه های زندگیمون رو با توجه به درآمدی که داریم تنظیم میکنیم. مثال عرض کنم که اگر زن و شوهری هستن که درآمد هر دوشون با هم حالا 100,000 دلار هست یا 150,000 دلار هست یا 50,000 دلار هست، هر رقمی که هستش، شرایط زندگیشون و مخارج زندگیشون رو با توجه به اون تنظیم میکنن. روی حالا اون درآمدی که دارن میتونن مورگیج حالا هر چقدر که گرفتن، روی اون درآمدی که دارن حالا یک دونه ماشین یا دو تا ماشین دارن، یا هزینه های مختلف زندگیشون رو با توجه به اون تنظیم کردن. حالا بیایم تصور بکنیم که از این آقا و خانم، یکی از این دوتا زوج که هر دوشون درآمد دارن میارن توی اون خانواده، یک دونه از اونها، نمیگم هر دوشون، یک دونه از اونها به دلیل بیماری سرطان، به دلیل بیماری حمله قلبی یا به دلیل تصادف رانندگی نتونن مدتی کار بکنن، مدت یک سال یا دو سال، نمیگم بیشتر تا آخر عمر، مدت یک سال یا دو سال دچار از کار افتادگی بشن و نتونن کار بکنن، یا بدتر از اون یک دونه از این دو زوج به هر دلیلی فوت بکنن. در واقع از اون دوتا منبع درآمدی که توی اون خانواده داره میاد، یک دونه از اون منابع درآمد قطع میشه و شما تصورشو بکنین اون هزینه هایی که وجود داشته متاسفانه به همین راحتی نمیشه تنظیمش کرد که بیاد با درآمد کمتر بخواد اون هزینه ها پرداخت بشه. اینجا هستش که نقش بیمه کاملا خودش رو نشون میده. شما بیمه عمر هست، بیمه از کار افتادگی هست، بیمه بیماری های حاد هست که تمام اینها رو در قسمت دوم امروز میایم معرفی میکنیم که این بیمه ها چی هستن با مثال هایی که چطور میتونید شما از این بیمه ها استفاده بکنید. در این قسمت من بیمه های مختلف رو، انواعی که وجود داره رو، به صورت خیلی مختصر معرفی میکنم که اصلا چی هستن. از بیمه عمر شروع میکنم که بیمه هستش که خیلی شناخته شده تر هست برای اکثر مردم. بیمه های عمر
ترم داریم یا بیمه موقت میگیم که 10 15 20 یا 30 سال. توی این مدت 10 یا 15 سال اگر اتفاقی برای شما بیفته، شرکت بیمه میاد رقمی رو پرداخت میکنه به وارث شما. بیمه های عمر تمام مدت هست یا مادام العمر هست، مثل یونیورسال لایف اینشورنس یا مثل هول لایف اینشورنس، که محصولات پیچیده تری هستن، چون در کنار اینکه بیمه عمر دارن، قسمتشون بیمه عمر هستش 100%، قسمت هایی دارن که میتونین شما به سرمایه گذاری تخصیص بدین. این بیمه ها مادام العمر هستن، یعنی یک روزی که شما بالاخره فوت خواهید کرد اون رقم تعلق میگیره به وارث شما، و خب به مراتب گرونتر هستن از اون بیمه های ترم یا موقتی. دو مورد بیمه دیگه که راجع به صحبت میکنیم، یکی بیمه از کار افتادگی هست یا disability insurance. عرضم به حضورتون که این بیمه میاد در صورت ناتوانی شما برای کار کردن رقمی رو به صورت ماهیانه که درصدی باشه از درآمد شما قبل از کار افتادگی میاد به شما پرداخت میکنه تا اون مدت زمانی که شما برگردیم به سر کار، و حالا 2 سال هست، 5 سال هست یا تا 65 سالگی هستش، میاد در واقع اون درآمد از دست رفته شما رو جبران میکنه. Critical Illness Insurance یا بیمه بیماری های حاد بهش بگیم، میاد در صورت ابتلای شما و دیاگنوستیس شما با سرطان، حمله قلبی و سکته مغزی، و بسیاری از شرکت های بیمه مثل سان لایف، منیو لایف، کانادا لایف، گریت وست لایف که شرکت های بزرگ هستن، اومدن بیماری های دیگه هم اضافه کردن که در صورت ابتلای به این بیماری ها یک رقمی که شما از قبل تعیین کردین، حالا 50,000 دلار هست، 100,000 دلار هستش یا هر چیزی، میان به شما پرداخت میکنن که بتونین برای بهبودی خودتون از این بیمه استفاده بکنید. در اینجا من باید اشاره بکنم که از طریق ارگانهای دولتی بیمه های مختلفی وجود داره. مثال عرض میکنم مثل Workers Compensation Board که اگر شما اتفاقی سر کار براتون بیفته، یا Employment Insurance. یک سری بیمه های از طریق های از طرق دولتی برای شما فراهم میتونه باشه. در بسیاری موارد متاسفانه این بیمه ها کافی نیستن. عرضم به حضورتون بحث بیمه خیلی گسترده هست. ما حالا راجع به بیمه اتومبیل یا بیمه منزل، هوم اینشورنس، کار اینشورنس یا بیزنس اینشورنس یا لایبیلیتی اینشورنس های مختلف بحث نمی کنیم در این برنامه. عرضم به حضورتون که من بیام یه نگاهی بکنم با توجه به تجربیاتی که داشتم، نگاه جامعه ایرانی به قول معروف به بیمه چی هست. این نگاه به مراتب داره مثبت تر میشه، اما هنوز متاسفانه بعضی از دوستان خیلی توجه کافی نمی کنن به اهمیت این موضوع. یک دلیلی که البته من میبینم که شاید خیلی میونه نداشته باشن دوستان با بیمه اصولا، این هستش که آقا این شرکت های بیمه که خب پول آدم میگیرن و پرداخت نمی کنن هیچ وقت با آدم. واقعیت هستش که این خب چنین چیزی نیست. اون شما کانترکت یا قراردادی که با شرکت بیمه دارین به همین راحتی نیستش که اینها بخوان زیر این قرارداد بزنن به هیچ عنوان. عرضم به حضورتون که، و موردی که من به تجربه شخصی واقعا باید براتون بگم این هستش که با شرکت بیمه‌تون باید بسیار صادق باشید. من مثالی عرض میکنم خدمت شما. از نظر شرکت بیمه شما غیر سیگاری هستین اگر زمانی که مثلا دارین اپلای میکنین واسه اون بیمه و زمانی که بیمه رو میخواین خریداری بکنین، آقا تا 1 سال قبل شما هیچ سیگاری، هیچ دودی، هیچ چیزی نکشیده باشین. خیلی من موردهایی میبینم که دوستان میگن که خب آقا حالا مثلا هر از گاهی ما تو مهمونی مثلا حالا یه پوکی میزنیم یا یه سیگاری میکشیم این طرف اون طرف فلان، اینا از کجا میفهمن؟ ببینین خب شرکت های بیمه کارشون این هستش که بیان این موارد رو متوجه بشن. هر چقدر شما
صادق باشین با به قول معروف شرکت بیمتون، کار خودتون راحت‌تر میشه. یا موارد دیگه‌ای که مثلا در مورد بیمه ناتوانی میگن که آقا اگر شما کار نمیتونین بکنین، ما این بیمه رو رقم رو میایم به شما پرداخت میکنیم. متاسفانه خب مواردی بوده که دوستان شرکت بیمه متوجه شده که داشتن از منزلشون کار میکردن و درآمد داشتن. این موردها رو خب متاسفانه هست. من فقط دوباره میخوام تأکید بکنم روی این قضیه که این شرکت ها شرکت های معتبر و بزرگی هستند. این قرارداد قراردادهای قانونی هستش. اگر شما صادق بوده باشین باهاشون، به همین راحتی در واقع بگم به هیچ عنوان نمیتونن که این قرارداد رو فسخ بکنن یا به تعهداتشون عمل نکنن.